با سلام خدمت شما همگی مهمانان عزیز و خانم رجوی و همه هواداران و پشتیبانان این مقاومت. اسم من بهروز مقصودی هستش و من مهندس ارشد یک شرکت انرژی در نروژ هستم. امروز افتخار این رو داشتم که از نمایندگی جوانای کشورهای مختلف که تعدادشون توی این جلسه و تظاهرات بودن بیام اینجا و چند کلمه با شما صحبت کنم. میخوام یه داستانی براتون بگم. وقتی که من ایران بودم، من 12 سالم بود وقتی که از ایران میومدم و وقتی بار اول ما میخواستیم از ایران خارج بشیم، به خاطر فعالیت‌های پدرم رژیم ما رو توی فرودگاه مهرآباد متوقف کرد و ممنوع الخروج شدیم و مادرم مجبور شد که بره به دادگاه‌های انقلاب تا با رژیم صحبت کنه و ببینه چرا ما نمیتونیم از ایران خارج بشیم. من اون موقع 12 سالم بود ولی یادمه، تمام اون داستان‌ها یادمه. مأمور اطلاعات اون موقع اومد گفت خانم بهتره که پسر شما ایران بمونه، معتاد بشه ولی نره اونجا به پدرش بپیونده، راه پدرش رو ادامه بده. امروز از اون موقع تقریبا 19-20 سال میگذره ولی من اومدم با انتخاب خودم اومدم به راه پدرم و هزاران هزار مجاهد اشرفی پیوستم. همونطور که میبینین رژیم از هیچ کاری دست نمیکشه که مردم رو از مقاومت سازمان یافتش دور بکنه. یک نمونهش خود من بودم. با اینکه توی ایران بودم، خانواده هوادار بودم، ولی هر کاری میکردن که ما تو ایران بمونیم و نزدیک نشیم به این مبارزه. از همینجا میخوام به اون مأمور اطلاعات بگم خیلی حرف درست بود ولی ما نه تو ایران موندیم و اومدیم اینجا در آزادی به مجاهدین پیوستیم. همونطور که توی 2 هفته گذشته برای خیلیمون واضح شده، من خودم به حرف برادر مسعود که 20-30 سال پیش گفتن کس نخارد پشت من جز ناخون انگشت من رسیدم. شما دیدین که چطوری در توطئه مماشات و ارتجاع میخواستن دوباره توطئه کنن بر علیه مقاومت. من به عنوان یه عضو کوچک این خانواده مقاومت به رژیم میگم تموم دیگه. ما تو این تابستون با کمک و پیشبرد راه کانون‌های شورشی یک تابستون آتشینی براتون درست کنیم که تو خوابتون هم نبینیم. میخواستم، میدونم که روز خیلی طولانی بوده برای همتون و هم اونایی که توی تظاهرات توی صحنه بودن و شمایی که توی کنفرانس بودین واقعا خسته شدین، ولی میخوام یه چند نکته دیگر رو بگم قبل اینکه به برنامه پایان بدم. توی این چند ماه گذشته که قیام توی ایران بوده، رژیم و استثمار سعی کرده آلترناتیوهای قلابی رو علم کنه و با هیاهوی در مدیا، در تلویزیون یک آلترناتیو قلابی رو میخواستن اینا علم بکنن. ما نماینده های جوانای خارج در ایران شاید حتی بعضیمون ایران رو ندیده باشیم ولی من به عنوان کسی که خودم، من خب توی ایران بودم، میدیدم واقعا اون ظلم و اون بچه های خیابونی و تازه این 20 سال پیشه که وضعیت اقتصادی مردم باز بهتر بود ولی همون موقع هم کودکان خیابانی داشتیم. من به چشم خودم اعدام رو دیدم، یک بچه 10 ساله که واقعا هنوز توی ذهن من این مسئله حک شده. و تشکر میخوام بکنم از مقاومت ایران که یک دامنه درست کرده که هر کدوم از ما حتی به
کوچکترین کاری هم که میتونیم حتی یک قدم بتونیم برداریم، مجاهدین اینو فوکوس میکنن و این رو میبرن به ضد رژیم. در آخر میخواستم درود بفرستم به کانونهای شورشی داخل کشور. میخوام بگم که واقعا ما از شجاعت شما به وجه اومدیم، واقعا کاش که کنارتون بودیم. تک تک این بچه ها که اینجا میبینین، اینا اگه داخل ایران بودن من شکی نداشتم که یک کانون شورشی بودن. دیگه وقتتون رو نمیگیرم، یه وقتتون رو نمیگیرم. امیدوارم که شب خوبی داشته باشین. میخواستم با یک شعار سخنرانی خودم رو به پایان برسونم. مرگ بر ستم!